تمام آثار تاریخی کتاب ها رو مراجعه بکنیم، افغان نام مرادف و مساوی با پشتونه. این واقعیت من نمیدونم دوست عزیز چرا انکار میکنن. پشتون مساویست با افغان، افغان مساویست با پشتون. آثار باستانی اگر بخونیم، حتی تو همین به اصطلاح سراج تواریخی که از پدر تاریخ افغانستان ملا فیض محمد کاتب هزاره هم که مراجعه بکنیم، در زمان حبیب الله بچه عبدالرحمن نوشته شده، اونجا صحبت فوج افغان است و هزاره. اگر از تاجیکان نامی برده میشه پارسیوان بهشان میگن. پارسیوان گفته میشه یک چیز واضح و مشخصی هست. به ای که عزیزا به اصطلاح اصرار بری دارن که این نام به اصطلاح تأمین داده بشه، نام یکی از اقوام کشور تأمین داده بشه به تمام اقوام کشور، من فهم میکنم، درک میکنم، ولی که دوستا سعی میکنن که به اصطلاح ساده از این بگذرن و یا عمق مسئله را فهم و درک نکنن که چرا حساسیت هزارا و ازبکا و تاجیکا و بلوچ ها و ترکمن ها و غیره از چه موضعی برمیخیزه، واقعا به اصطلاح برای من یک مقدار چیز هستش، متاثر کننده است. ببینید دوستان، نام کشور خودتان 100% میدونین که افغانستان نبوده، تاجیک خراسان بوده نظر تاریخی. حتی احمد خان عبدالی هم خود نام افغانستان چی میگن پادشاه خراسان میدونسته، بچه‌ش هم همینطور پادشاه خراسان میدونسته. این نام اولین بار تو قراردادی که با انگریزا بوده زمان شاه شجاع به کار برده شده. یه منطقه در جنوب افغانستان، شاید اون اطراف بسر کوه سلیمان به نام افغانستان بوده، مناطق مرکزی به نام غرجستان بوده، غرجستان بوده و کابلستان، خلاصه جاهای مختلفی. خب دوستا حالا جای بحث تاریخی نیست، خب میتونم مراجعه بکنم. بعد ببینیم دوستا، اگر همین نام را مثلا صرفا ما به نظر معنا و لغوی به نظر فارسی بخوام صحبت بکنیم، افغان نام افغان به اسلام نام افغان هاست، ولی نام کشور حالا به هر دلیل ما میگیم خب بالاخره افغانستان. اگر انسانهایی را یا چیزی را به اسلام بخوایم ما نسبت بدیم به کشور، نام کشور افغانستان است. اگر شکل صحیحش را بخوام به اسلام ادا بکنیم، مجبوریم بگیم افغانستانی، افغانستانی. مثلا پاکستان، آیا میشه که ما بگیم پاک؟ کی پاک است؟ هر کسی که از پاکستان هست پاکستانی است. آیا هر انسانی که از هندوستان هست ما میتونیم بهش بگیم هندو؟ غلطه. هر چندم یک اصطلاح یک چیزی به اصطلاح توی دنیا به غلط رواج پیدا کرده باشه، ولی دلیل نداره که ما هم غلط اونا رو تکرار بکنیم. به اصطلاح حالا به غلط نام افغان و افغان در انگلیسی بکارم بنا، خب این غلطه. کشورهای اسکاندیناوی، دوستای عزیز ما دوستای دارم، میتونم بر اونجا مراجعه کن از نام بپرسن. توی اسکاندیناوی به اصطلاح مغول ها را منگول میگن، انسان های عقب مانده را منگول میگن. خب یک اصطلاح غلطیه، به اصطلاح غلطی که اونجا رواج پیدا کرده. خب طبیعی است اینا به مرور باید برطرف بکنن. یکی افغان به اصطلاح تمام ساکنی کشور خطاب بکنن، این اصطلاح اشتباه و غلطی است. خب تو زبان انگلیسی خب دوچار مشکل شده، در حال که به اصطلاح میتونن پاکستانی ها رو پاکستانی میگن ولی افغانستانی ها رو افغان میگن، این اشتباه. مثلا الان من میتونم مثال بدم، ساکنین قزاقستان اقلیت قدرتمند و زیاد به اصطلاح روس اونجا هستن، آیا هر کی که از به اصطلاح قزاقستان باشه میتونه بگه قزاقه؟ یا هر کسی که از تاجیکستان هست اونجا ازبک هست روس هست به اصطلاح بگیم همه تاجیکن؟ اشتباه. برای همین دوستا ببین، اگر میخوایم یه چیز رو نسبت هم بدیم به کشوری، به اصطلاح ما نمیتونیم نام یه قوم رو بهش نسبت بدیم، به اصطلاح اون سرزمین و نام اون کشور رو بهش نسبت میدیم. این فرق از افغانستان است، افغانستانی است. حالا در او مثلا نیست ترکیه، هر کسی که از ترکیه باشه که ترک نیست، اونجا خب کرد هم داریم، اونجا ارمنی هم داریم، اونجا عرب هم داریم. دوستای عزیز، بعضا از عزیزان من نمیدونم آگاهانه یا متاسفانه شاید عمیق به مسئله دقت نمیکنن، خیلی ساده میگذرن از این مسائل و یا حساسیت ها رو به صورت دقت نمیکنن.
من جهت اطلاع عزیزا قبلا بارها عرض کردم، نام افغان یا اوغو به هیچ وجه هنوز عمومیت نداره. بین توده های مردم برین، مرکز برین، شمال برین، چی ازبکش، خودتون در نظر نگیرین که تو کشور اروپایی به غلط افغان مناسبت مثلا رواج پیدا کرده و هر جا میگه وار فرام مثلا میگه افغان، یا نمیدونم در زبانی که بگین افغان افغان رواج پیدا کرده، این مسئله به اصطلاح بر ذهن شما تحمیل شده. توی مناطق مرکزی هر جا که بری اوغو یا اوغان مستویست با پشتون، و این مسئله بخصوصا گذشته تاریخی و ستمی که تحت این نام یا بالاخره کسانی که به اصطلاح بالاخره اوغان بودن و ستمی را از طرف شاه ها مرتکب شدن به اونجا، توی به اصطلاح بعضی جاهای هزاره ها هنوز هم بچه های خرد خودشون به جایی که به اصطلاح برای ترساندن ای که او ساکت شده و به اصطلاح شر و شور نکنه میگه چوبکو که اوغو آمد. ما نشنیدیم که بگه چوبکو که تاجیک آمد، چوبکو که به اصطلاح ازبک آمد، یا چوبکو که هزاره آمد. خب طبیعی است چوبکو که اوغو آمد که به اصطلاح معنا داره، بار داره، از نظر عاطفی، از نظر تاریخی به اصطلاح شوخ بردارم نیست. حالا دوستای عزیز به اصطلاح به این سادگی برفرض میگم از ما یا از کسایی که از خردکی این رقم شنیده باشن و شنیده باشن که هزاران هزار برادر به اصطلاح خواهر و پدرکلان مادرکلان یا قتل عام شدن و یا به عنوان برده توسط اوغان بفروش رفتن، حالا او به اصطلاح بیاد به همین راحتی بگه ما اوغان هستیم، خب به اصطلاح یک مقدار توقع به اصطلاح بیش از حدی هست و جایز هم نیست. در نقطه آخر که من خدمت دوست عرض کنم، ببینید دوستای عزیز، صحبت از وحدت ملی میکنیم، صحبت از وحدت، صحبت از بسیار ایجاد ملت واحد یک دست. من نمیدونم عزیزای من، دوستای من، بسیار نور چشم بگم چی بگم، اگر دو نفرم که باشن بخواین دکان را شراکت باز کنن میگن 1000 یورو از من، 1000 یورو از شما، بیایم شرکی یک دکان را باز میکنیم به نسبت کار زحمتی که میشیم 50-50 هم بعد سودش هم تقسیم میکنیم با هم دیگر. حالا چطور شد که به اصطلاح وقتی که ملت واحد میخواد به وجود بیاد، ما خواهان این میشیم که به اصطلاح از بحث قومی و نمیدونم بحث ملیتی و نمیدونم این حرفا مطرح نشه. یعنی هزاره نگو، ازبک نگو، تاجیک نگو، ترکمن نگو، بلوچ نگو، ایماغ نگو، ولی نام یکی از اقوام رو بگو. خب خود همین افغان یعنی بار قبیله است، خود افغان یعنی نام یک قوم قبیله. تعمیم نام یک قوم قبیله که در اساس و جوهر خودشم به اصلا به نوع ستم درش نافته هست به دیگران را میپذیرن چون که افغان هستن، ولی دیگران را میگه شما از خودتان نام نگیرین چون وحدت ملی رو به هم بزنه. خب این چه نوع دلیلی، چه منطقی پشت این نهفته است؟ ببینید دوستای عزیز، واقعا اگر انصافا وجدانا میپذیرین که تحت نام افغان ها به اصطلاح 200 سال گذشته به اصطلاح ستم ملی در کشور صورت گرفته، قتل عام های در حق هزاره ها و ازبک ها و غیره صورت گرفته، ستم شده، واقعا این واقعیت ها رو نمیشه نادیده گرفت. خیلی ما دوستانه میتونیم با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم و به اصطلاح این مسائل را بین هم دیگر مطرح بکنیم، حلاجی کنیم و راه حلش. حال ببینید بازم همین ستم ها تحت نام افغان بوده، همین تعمیم نام افغان به دیگران از موضع شوینستی ستم است. ایستادگی در مقابل ستم بار مترقی داره، بار مردمی داره. این به اصطلاح چی میگن، این کار مثبتی هست. دفاع از یک کار مترقی، دفاع از یک به اصطلاح تحت ستم کار مثبتی هست نه کار منفی. دوستایی که پافشاری بر روی نام افغان میکنن به نظر از ما از یک موضع منفی هست، از موضع ستم وارد میشن و دفاع و نفی ای که هویت دیگران را به اصطلاح جلوگیری از نفی هویت دیگران به نظر از ما کار مثبت و مترقی است که انسان های آزادگاه باید ازش دفاع بکنن. خب اصلا نظر ما هست، امیدوارم که به اصطلاح تانسته باشم برای عزیزا خوب توضیح داده باشم.